سلام علیکم، حال شما خوبه؟ اینا چیه؟ جایزه اعضای کابینه تدبیر و امید داریم بریم بهشون تقدیم بکنیم، با ما همراه باشین. این روزا همه خط خطی نگاه میکنن، شما چطور؟ ما داشتیم جایزه میدادیم به برخی از اعضای محترم کابینه دولت تدبیر و امید به خاطر زحمات بسیار زیادی که داشتن و به خاطر خدمات بسزایی که چه در این دوره داشتن چه از قبلا خدماتشون داشتن. ما الان داریم از آثار و برکات اون خدماتشون بهره مند میشیم و مفیوز. در این خط خطی از کسی تقدیر به عمل نمی آید مگر جناب آقای دانش آشتیانی، وزیر محترم آموزش و پرورش. تشریف کنید دست من بنده. و اما جناب آقای دانش آشتیانی در پاییز امسال به کلن چند ماه وزیر شده بنده خدا، ولی در همین چند ماه کارایی کرده که میشه گفت طوفانی ترین اتفاقات در وزارت خونه بوده، به این صورت که کمترین قلمش اینه که هر هفته تقریبا به صورت میانگی یه جا به جایی تو مسئولین زیربط و زیر دست خودش داشته. باری کلو برش بانک سرمایه مال خب فرهنگی هست دیگه، زیر نظر وزارت آموزش پرورش به هر حال داره فعالیت میکنه و همه فرهنگی ها چشمشون به اینه که انشالله یه سودی از این قضیه بهشون برسه، امیدواریم اتفاق بیفته. اما اتفاقی که توجه خط خطی رو به خودش جلب کرد این بود که مسئول و رئیس بانک سرمایه اومد نگاه کردید اوه ما چقدر بدهکار قلمبه داریم، اومد گشت پیدا کرد یه دونه از این گل درشتا و آبداراشو جدا کرد که بره بیفته دنبالش که داداش شمپاشو بیا بدهیتو بده به بانک سرمایه. رفت و زنگ زد به یارو گلدرشته، گفت سلام گلدرش، رئیس بانک سرمایه، میای بدهیتو بده یا بیام بگیرم ازت؟ طرف برگشت بهش گفتش که رئیس بانک سرمایه، گلدرشته گفت بده پا قلمبه، گفت دست به من بزنی بخوای بر علیه من اقدام بکنی میگم وزیر برد داره ها. آقای مدیر بانک سرمایه گفت فکر کردی دانش آشتیانی ما علیه این حرف هاست؟ عمرن زنگ میزنم علیه اقدام میکنم ببینم چه. خلاصه آقا رئیس بانک سرمایه علیه این طرف اقدام کرد و بعد دید نه واقعا دارن برش میدارن، یعنی یه جوری شد که طرف صداش در اومد، کار رسید به مجلس، رئیس کمیسیون آموزش مجلس آقای زاهدی دیگه اومد پادرمیونی کرد گفت بابا رئیس بانک سرمایه دست نزنی چیکار داره میکنه، بدهکار قابل دیجه بده، از یه فیصله پیدا کرد مسئول بانک سرمایه رو بهش دست نزدن تکون نه. یه دستاورد کوچیکم ایشون داره، ایشون رکورد شکونده، پاییز وزیر شده، بهمن ماه اومدن رأی جمع کردن استیضاحش کردن که حالا به حد حساب نرسید. اینجا نوشته که همونطور که عرض کردم خدمتتون از دیگر افتخارات ایشون ازل و نسبهای سیاسی در سطح خرد و کلان آموزش پرورش بوده. داداشم میز به کسی وفا نکرده عزیز من، دانش جان قربون شکلت، ول کن این حرفا رو، دو ماه سه ماه اومدی بشین کار کن، دو ماه سه ماه دیگه هم انشالله میری تموم میشه میری پی کارش. من یه توضیح بدم در مورد یه 3000 میلیارد تومانی که اختلاس شد یه زمانی و همه جامونو بخیه زدن گفتن آقا اینجوری شده، آی ال شده، آی بل شده. یه سوال، واقعا اونایی که رگ گردن زدن بالا همه رو پاره پوره کردن به خاطر 3000 میلیارد الان که 12000 میلیارد تومان اختلاس شده کجان؟ این بحث اول. حالا بریم سراغ آقای آشتی. یعنی فرهنگیای تفلک میان همه سنواتشون رو میذارن توی صندوق ذخیره فرهنگیان که بتونن از قبلش یه سودی داشته باشن، این همه مثل شمع آب شدن سوختن و به بچه های ما چیز میز یاد دادن، به خود ما آموزش دادن، آخرش یه سودی برداشت کنن که آخرش هم یکی برداشت یه قلوب آبم روش، حالا خودش رو گرفتن انداختن زندان، پول کجاست خدا میدونه. آقای وزیر اهل استفاده دارم که نیستین، قدرت خدا میشینین رو صندلی دیگه پا نمیشین، لااقل یه پیگیری بکنین تو این چند ماه باقی مونده از عمر وزارتتون، بلکه به یه سودی ما برسیم، بلکه نفعی داشته باشیم برای مردم. آقا قربون شکل دانش جان، 12000 میلیارد تومان یعنی این که با همین پوله میشه تقریبا به تک تک فرهنگی‌های جامعه نفری 13 میلیون تومان وام داد به هر کدومشون. ببین چقدر فرهنگی داریم، با اجازه. حالا خوبه ایشون یه چند ماه بیشتر وزیر نبوده، ماشاءالله انقدر پرونده‌اش سنگینه. نوشتن که تأخیر در پرداخت حق و حقوق فرهنگیان هم جزو افتخارات ایشونه. به هر حال با توجه به همه موارد رنگین و البته ننگینی که توی پرونده ایشون وجود داره،
ما میخوایم از طرف خط خطی بهشون یک جایزه ویژه تقدیم کنیم و اون جایزه چیزی نیست جز این صندوق بلورین ذخیره فرهنگیان که توش معلومه دیگه چون بلورینه معلومه توش چه خبره. بفرمایید. یه سندی بود که در سال 2000 در زمان آقای خاتمی در یونسکو برای کل دنیا امضا شد و قرار شد که این education document یا یک سند جامعه بین المللی آموزش در اختیار همه کشورها قرار بگیره. اومدن دست گذاشتن روی ایران گفتن شما هم باید این سند رو اجرا بکنید. زمان آقای خاتمی خواص جامعه برای بچه های حزب الله دیدن که اوه چه خبره تو این سنده، آقا اصلا داغونه. اومدن چیکار کردن؟ گفتن که شرمنده، اینو نمیتونیم ما اجراش بکنیم. خلاصه اون موقع نشد. به زمان احمدی نژاد هم که اصلا بهش پرداخته نشد، شکر خدا. در دوران آقای خاتمی که البته اون سند 15 ساله بود و 2015 تموم میشد و بعد دوباره یونسکو اومد اونو تمدیدش کرد از 2015 به مدت 15 سال و شد سند 20، این سند رو میگن امضا نکردن ولی خب ما داریم میبینیم داره اجرا میشه. سند 20 5-6 تا وزارت خونه رو درگیر خودش میکنه اگر بخواد توی ایران اجرا بشه. ما به بخشی که مربوط به وزارت آموزش و پرورش و آقای دانش آشتیانی میخواییم بپردازیم که توی ذیل سند 20 اومده گفته که برای سنین خردسال و پیش دبستانی شما باید یه درسی رو بذارید به نام آموزش مهارت‌های زندگی. بعد که میای باز میکنی این مبحث آموزش مهارت‌های زندگی رو میبینی توش آموزش مسائل جنسیه، اونم به کی؟ به بچه‌های 4-5 ساله. یه بخش دیگه سند 20 میاد میگه که آقا بچه‌هایی که حالا توی ایران به سن مثلا فرض کن راهنمایی و دبیرستان میرسن، اینا نباید برن سمت خشونت، ما باید اینا رو از خشونت دورشون کنیم، خیلی بده. به خاطر همین میایم اولا درسایی که توش احتمال داره یه مقدار خشونت باشه رو حذف میکنیم. حالا این دوستان مسئول و حالا مثلا فرض بفرمایید رئیس دولت میاد میگه که من این سند امضا نکردم، اما میبینیم یهویی درس شهید فهمیده از تو کتابو حذف میشه. چرا؟ چون داره خشونت انتقال میده به بچه. و جالب ترش اینجاست که میگن ما این سند امضا نکردیم، اما یهویی بسیج دانش آموزی قرار میشه که حذف بشه از توی مداره. مثلا میگن ما این سند امضا نکردیم، اما میشنویم که میگن آقا آموزش دفاعی یا آمادگی دفاعی که جزو درسای دبیرستانه رو لطف کنین حذفش کنین دیگه، بچه با خشونت و اسلحه و نارنجک و اینا روبرو نشه. نیست ما کشورمون توی یک جزیره ای که اطرافمون فقط دلفینا میپرن پایین، کنارمون آبای آبی رنگ و ماهیای قرمز میچرخه، برای همین اصلا خوب نیست که بچه‌هامون از خشونت بفهمن. بابا ما وسط یک جهنمی هستیم، حالا ایرانی وسط بهشته، این بهشته صاف زارت وسط جهنمه دیگه، اینم یاد نگیریم. ولی سند امضا نکردن که. اما اتفاقاتی که توی این هفته و این روزهای اخیر افتاده رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. الحمدلله به برکت برجام، همونطور که میدونید هی عزته که داره میاد رو پاسپورت ما، یعنی ما موندیم و پاسپورت رو یه دنیا عزت که نمیدونیم چجوری برش گردونیم به این پاسپورته. دیگه اشاره نکنم به اتفاقاتی که توی منا افتاد و اینقدر حاجیای ایرانی احترام داشتن اونجا، و یا قضیه فرودگاه جده که بحث اخراج ایرانی ها از کشورهای مختلف مخصوصا خود آمریکا. حالا اینا اصلا بهش کار نداریم، اینا همه نمونه های عزته که داره برمیگرده به پاسپورت. پاسپورت لیاقت نداره این عزت ها رو بفهمه. در کنار همه اون عزت ها، در روزی که نماینده کشور گرجستان با نماینده کشور ایران با همدیگه دیدار داشتن، درست در همون روز که آقای ظریف با این گرجستانی داشت حرف میزد، در کشور گرجستان در فرودگاهشون در گیتشون زنان ایرانی که داشتن از گیت رد میشدن و به بهانه بازرسی تمام لباس هاشون رو در آوردن. خاک آن. من پیشنهاد میکنم به تحصیح از وزیر محترم امور خارجمون لبخند بزنیم. از جمله اتفاقات دیگه‌ای که تو این هفته افتاد و خب دیگه الان با توجه به تکرار بسیار زیادش برامون تعجب نداره، ادامه همین افتتاح‌های علکی. مردم عزیز شیراز لطفاً، چون اخیراً رئیس جمهور مترو رو افتتاح کردن، دوستانی که قبل از افتتاح رئیس جمهور سفری داشتن با مترو که داشتن و زیاد هم داشتن، اونا متاسفانه قبول نیست، قضاشو حتما به جا بیارن دوباره اون سفر رو انجام بدن. توی انتخابات یکی از جذابترین بخش‌های انتخابات قبل انتخاباته، و یکی از جذابترین اتفاقات قبل انتخابات همین مناظره‌های زنده‌ایه که میشینن رو برو همدیگه پتهمو میریزن رو.
نکته عجیب و غریبی که آقای دکتر آشنا مطرح کردن اینه که مناظرات اولا که سوالایی که میخواد مطرح بشه باید قبلش همه کاندیداها سوالات رو بدونن که یه وقت جا نخورن که این از کی داره سوال میکنه از کجا اومده. و نکته عجیب و غریب ترش این که بدون اجازه کاندیدا سوالی مطرح نشه که اون راضی نباشه، حتما بر رضایتش. مثلا سوال رو میاری دستون میذاری رو دوش کاندیدا، عزیزم گلم این ازت بپرسم قشنگم میتونی جواب بدی؟ اونم بگه نه این نه این سخته بعدی. ببین تو رو خدا با چه مشاورایی شدیم 80 میلیون نفر. جناب آقای روحانی رئیس جمهور محبوب کشورمون که اصلا با وعده 100 روزه هممون هم یادمونه، اون روزا فیلمش هم میدیدیم، کلیپاش هم توی دنیای مجازی پخش میشد، تونستن رأی بیارن دیگه، گفتن آقا 100 روزه مشکلات حل میشه. جدیدنشون گفته کی گفته؟ به چاخان و به دروغ از من نقل کردن که من وعده 100 روزه دادم. اصلا کدوم عاقلی تو این شرایط وعده 100 روزه میده؟ نه من نگفتم. خیلی راحت روک تو روز روشن ایشون فرمودن من نگفتم. الله اکبر. نامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد. ما می توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم. ممنونم، چون یک دروغ بزرگی در بعضی از روزنامه ها و سایت ها پخش میشه و شما این رو بهش اشاره کردید، خیلی مهمه. من کی گفتم 100 روزه من حل میکنم؟ اونی که من گفتم اینه، گفتم من اگر موفق شم در انتخابات پایان 100 روز اول کارایی که در 100 روز کردم اعلام میکنم. الله برکت الله. ما آدم ها تو زندگی میخندیم، گاهی به درز دیوار میخندیم، به چیز مسخره میخندیم، به کلیپ میخندیم، گاهی به روی کسی میخندیم، گاهی به ریش کسی میخندیم، گاهی میخندیم که دردمون کمتر بشه، گاهی میخندیم که فراموش کنیم غصه هامون، گاهی میخندیم چون قلقلکمون میدن بالاخره پیش میاد دیگه. گاهی همین خنده میشه یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین و دقیقترین ابزارهای نظرسنجی. چطور؟ عرض میکنم خدمتتون. این مطلب من اشاره داره به یکی از جملات گوهربار جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محبوب کشورمون که ایشون فرمودن من هر جا میرم مردم منو میبینن لبخند میزنن و این بهترین نظرسنجی است برای اینکه من رأی بیارم در دور بعد. جا داره واقعا از طرف خودمون یه تشکر ویژه داشته باشیم از همه کسایی که رد صلاحیت شدن و برخلاف تصورمون سر تعظیم به سمت قانون فرود آوردن. خیلی جالبه، دستشون درد نکنه، ازشون ممنونیم. هر چند دوست دارم خواهش کنم ازشون که توی طرفداراشون یه نگاه بندازن، لاتبوتا و نخالا رو بندازن بیرون دیگه، که هی تو صفحاتشون مینوشتن میریزیم بیرون و تحریم میکنیم و آی بریم ال کنیم و آی بریم بل کنیم. الحمدلله خودشون اینایی که تو رأس بودن که رد صلاحیت شده بودن گفتن که ما پیرو قانونیم و هیچ کاری خلاف قانون انجام نمیدیم. پیروان عزیز لطفاً یاد بگیرید ازشون. حداقل در دورانی که تمام هماغم دولت واردات حد اکثری از اطراف و اکناف، باز هم سرهنگای سپاه گل کاشتن و سرلشکر جعفری اعلام کرد که انشالله در هفته آینده قرار جشن خودکفایی بنزین رو داشته باشیم. بابا دمشون گرم، خدا وکیلی بدون بوق و کرنا دارن کار میکنن. نه ما سپاهی هستیم نه ربطی به سپاه داریم، ولی واقعا آدم وقتی میبینه اینا دارن برای ایران زحمت میکشن باید تشکر کنیم دیگه. از اون طرف هم وقتی میبینیم بعضیا دارن زحمت میکشن که ایران رو از حالت مستقل بودنش خارج بکنن، خب صدامون در میاد دیگه، اعصابمون هم خط خطی میشه. الله برکت الله. آقا من یه خبر میخوام بخونم، ربطی هم نداره به خط خطی، ربطی هم نداره به کانال خط 57. یک روزنامه اسرائیلی صهیونیست اینو نوشته، من عینشو از رو میخونم، روزنامه جروزالم پست. حالا اگر من دارم اشتباه میخونم به هر حال اینه اسمش، نوشته که روحانی بهترین رئیس جمهوری است که اسرائیلی ها میتوانند برای ایران انتظار داشته باشند. من نمیگم حالا موزه خاصی وجود داره، ولی جناب رئیس جمهور آقای حسن روحانی
ما از طرف کانال خط 57 و خط خطی شما رو دوست داریم و دوست نداریم یه جوری بشه که دشمن ما تعریف بکنه ازتون. مردم عزیز خیلی دوستتون داریم، امیدوارم که انتخابی که انجام میدین در انتخابات پیش رو بهترین انتخاب عمرتون باشه، که اون دو نگر پرسیدن چرا یه جواب قانع کننده داشته باشیم. خلاص دوستان عزیز، مطالبی که در مورد سند لیستی عرض شد خدمتتون خیلی مهمه. لطف کنید این کلیپ رو تا میتونید منتشر کنید. برو منتشر کن وای نستا. آخرشه دیگه. آخرین خدافظی. خدافظ.